استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمتتان قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزان مفید تمام شود، به ادامه درس های فیزیک صنف هشتم میریم. درس تحت عنوان چارج کردن یک جسم، عنوان ما چارج کردن یک جسم، کردن یک جسم. خب دوستای عزیز، این عنوان درس. از درس گذشته یادتان مان دوستای عزیز که چارج برقی چی بود و چطور این چارج برقی به وجود آمد؟ در اثر امو تجربه بسیار کوچکی که انجام دادیم که شانه سر یا کدام میله پلاستیکی مثلا مارکره، شما دیدین که در اثر مالش یه حرکت، چی میگیم شما؟ مالش، مالش دادن قدرت زیر پیدا کرد که پارچه های کاغذ ها چی کرد؟ رست کرد. دیدین؟ پانفتید پارچه های کاغذ ها رست کرد. ای چی بود؟ امی تجربه نشان دهنده ازی چی بود؟ این تجربه نشان دهنده ازی بود که با این مالش دادن هر دو طرف، هر دو طرف یعنی چی؟ یعنی میله پلاستیکی و جسم پشمی که جاکت ما باشه، هر دوی ازی برق پیدا کرد. چرا پیدا کرد؟ از کجا شدی برق؟ اونه بازم همون گپ اولی که گفتیم، هم مارکر و هم پارچه پشمی از اتم ساخته شد. از چی؟ از اتم ساخته شده. و اتم دارای چند نوع ذرات چارج دار است؟ دوتا، یکیش الکترون، یکیش پروتون. اینالی چی شد؟ در اثر امی مالش، در اثر مالش، میلی پلاستیکی از پارچه پشمی الکترون گرفت، که گرفت. در حالت عادی خود تعداد پروتون و الکترون مساوی است و خود بدون برق است، اما وقتی که تو مالش دادی، در اثر مالش دادن الکترون گرفت. وقتی که الکترون گرفت تعادلش بر هم خورد، خیلی تعداد چی زیاد شد؟ الکترون. الکترون چارج چیست؟ منفی. خیلی میلی پلاستیکی چی چارج شد؟ منفی چارج شد. مقابل پارچه پشمی، پارچه پشمی او چی از دست داد؟ الکترون از دست داد. در حالت عادی چی بود؟ تعداد الکترون و پروتونش مساوی بود بدون برق، اما وقتی که میله پلاستیکی با او مالش داده شد، باز اونمو پارچه پشمی چی کرد؟ الکترون خود از دست داد. از دست که داد خیلی چی زیاد شد؟ پروتون. خیلی او چی چارج شد؟ مثبت چارج شد. پس ببینید که هر دو جسم چارج شد. عنوان درستون چیه دوست عزیز؟ چارج کردن یک جسم. فهمیدین که چطور اجسام دارای برق میشه، دارای چارج میشه؟ این دوستای عزیز خوب درک کردن و این هم درک کردن که چی وقت یک جسم چارج دارم میشه. عاملشون فهمیدن که در اثر چی بود؟ در اثر مالش دادن. خب ایتو دوستای عزیز، براتان به طور بسیار فشرده مختصر که هیچ فراموشتان نشه، این درس ها مثل زنجیر یکی به هم دیگه ارتباط داره. یک شک آدم یاد گرفت، دیگه شه بسیار با سادگی یاد میگیره. یادتان باشه که در اول مواردتان گفتم که تمام جهان و تمام چیزی که در جهان هست از اتم ساخته شد. از لحاظ ساختمانی تمام جهان اتمی است. خب این اتم باز در ساختمان خود چند تا ذره داره؟ ذره برقدار یا چارجدار داره؟ دوتا. یکی نامش چی است؟ الکترون. در اطراف هستی اتم است، در حرکت همیشه، که پیشتر هم یک رسم کردیم و حتما دیگه یادتان ماند به این شکل.
این پروتون. خب اینم الکترون اینم طور به دور هسته دائم در چی است؟ حرکت است. و برق ما شما میگیم، منظور از برق اینمی جریان اینمی الکترون است. جریان چی است؟ الکترون. چی وقت داری جریان پیدا میشه؟ یعنی چی وقت اجسام چارج میشه به اصطلاح برقدار میشه که یک عامل از بیرون بیای سرش، که او عامل تعداد اینمی الکترونی که است با پروتون بر هم بخوره، تعادلش بر هم بخوره. مثلا چی رقم؟ سعی کنین. یک جسم است 8 پروتون داره، در مقابل 8 الکترون داره. این حال پروتون چارجش مثبت، مثبت 8، الکترون چارجش منفی، منفی 8. منفی 8 و مثبت 8 0. 0 دیگه معنیش است که بدون برق، یعنی نه مثبت است نه منفی، بدون برق. خب این حال در اثر یک عامل گفتیم که از بیرون بیاد. حالا یک عامل چی باشه؟ ضربه باشه، مالش دادن باشه، تماس دادن باشه، خلاصه هر عاملی که از بیرون بیاید و ای اینمی تعادل بر هم بزنه، مثبتش و منفی 8 که گفتیم تعادل بر هم بزنه. مثلا منفی 8 منفی 8 یک الکترون زیاد شود، منفی 9. پروتون خود جای در جای است، تفاوتشان منفی 1 میشه، یعنی یک الکترون زیاد میشه. اینمی که تعادلش بر هم خورد یا الکترون برش داده شد که منفی 8 منفی 9 شد، برقدار شد که اینمی جسم، میگیم که برقدار شد، چارج پیدا کرد، چارج هم منفی چون الکترون زیاد شد. و یا اینکه الکترون از دست داد، الکترون که از دست بده منفی 7 میشه، پروتون خود ثابت است مثبت 8، این حال مثبت 8 و منفی 7 مثبت 1، این یک پروتون زیاد شد، تعادل برام خورده که پیشتر مساوی بود داره یک شد، یعنی یک پروتون زیاد شد. در این صورت هم میگم که جسم چی شد؟ برق دار شد. و اونا میگم که چی چارج شد؟ مثبت چارج شد. پس عنوان درس چارج کردن یک جسم است. این چی رقم تعادل برام خورد؟ این همون تجربه گر که کوچک که میلی پلاستیکی مالش داده شد. با چی؟ با پارچه پشمی. اینمی عامل، اینمی مالش دادن، تعادل بین الکترون و پروتون بر هم زد، بر هم زد. میلی پلاستیکی از پارچه پشمی الکترون گرفت، الکترون گرفت، این از الکترونش زیاد شد، که زیاد شد چی چارج شد؟ منفی چارج شد. مقابل پارچه پشمی او الکترون از دست داد، خیلی چیش زیاد شد؟ پروتونش زیاد شد. او چی چارج شد؟ مثبت چارج شد. از کجا بفهمیم که همی صحیح یا غلط؟ این همویست که در اثر پوشیدن لباس همی تکانی که میخورد تماس پیدا میکنه پارچه پشمی کدی موی سر آدم، یا مثلا یک در دست آدم یک چیزی که تکمی آدم تماس میخوره، یا در کمپل یا در لباس جرقه را تولید میکنه. دیدین او را دیگه همگی در تاریکی مشاهده کردین که یک جرقه را آدم میبینه، اونمو خودش چارج شدن است، اونمو خودش به وجود آمدن برق است که یا الکترون داده میشه یا الکترون گرفته میشه و نشان میده که کمپل حتما تماس کرده با چی؟ با تکمیتان یا با موی سرتان یا مثلا با ساعتی که در دستتان است، خلاصه هر چی که از دیگه. مقصد در اثر اونمو مالشی که شده یکی در دیگه خورده، باز اینمی برق چی شده دوستای عزیز؟ تولید شده. پس از این دوستای عزیز ما درک کردن که اجسام زمان چارج دار میشه، زمان اجسام دارای برق میشه که یک عامل بیرونی بیاید
ایناله بیایا آلو عامل بیرونی مالش است، یعنی یک جسم به جسم دیگه مالیده شوه، یا حداقل تماس کنه و یا تکان بتشه یا ضربه بزنیشه، در هر صورت اینمی عامل بیرونی بیایا و تعادل بین الکترون و پروتونی که یک جسم از او ساخته شده که ارزش در ساختمان اتم ارزش سم داره، اینمی تعادل برهم بزنه. وقتی که برهم زد دیگه دوستای عزیز با جسمش بردار. این ما در برق جاری باز بسیار خوب با وضاحت آدم میبینه. در اینجا کمک برای جنجالیست، اما در اونجا مثلا نمی جنریتر شما سیمش کش میکنه، سیمش کش میکنه، با اینمی کش کردن این سیم ضربه که میزنه یک عامل خارجی است دیگه، چی میشه؟ ارتباط الکترون که پروتون قطع میشه، الکترون در روی سیم به حرکت میاد، به حرکت میاد، میبینید که برق تولید میشه. همونطور نیست؟ من هم دیگه در مشاهده کردم. و به همین شکل به صورت عموم در اثر سویچ همه اینی که بس با همین سویچی که میزنیم شما خاصا ارتباط، گرچه که در اینجا هدف به حرکت آوردن الکترون است، بین دو لینی که آمده، بین دو لینی که آمده ارتباط وجود نداره و توسط سویچ این ارتباط برقرار میشه که برقرار شد، الکترون در روی لین به حرکت میاد و جسم چارجدار میشه. خب خلاصه یعنی ایتور شما فکر کنین که یک عامل خارجی از بیرون، از بیرون اتمن باید بیاد، اگر بیایه باز این تعادل بین الکترون و پروتون در یک جسم برهم میزنه که برهم زد برق به وجود میاد، یعنی برق در اثر برهم خوردن تعادل بین الکترون و پروتون به وجود میاد. خلاصش حالا این عامل هر چی که باشه و هر چیز دارای برق است، هر چیز دارای برق است، هوا دارای برق است، آب دارای برق است، سنگ، چو، هر چیزی که شما، هر چی که از اتم ساخته شده دارای برق است. این حال دیگه در اینجا مهم چیست؟ مهم است که کدام عامل از بیرون پیدا کنیم که طور بزنیم ضربه که این تعادل بر هم بخوره. چی تعادل؟ تعادل بین الکترون و پروتونی که او جسم ساخته. آفرین. اونمو بر هم بخوره. اگر تانستم اینمی عاملی که از بیرون آمد که اینمی تعادل برهم زد، ما نظمو جسم میتانیم برق به دست بریم و ایلای این چیزی بدون برق نیست، حتی اون چیزی که آیق هم است، منتها باز اونمود یک عامل، اونمود یک انرژی بلند کار داره که او تعادل برهم بزنه. اما در بعضیش بسیار با سادگی، مثلا در فلزات بسیار با سادگی ما میتانیم که در اثر یک ضربه بسیار ساده ارتباط الکترون که پروتون قطع کنیم و چون فلزات هم هادی برق هستن، باز الکترون به سادگی در روی از به جریان بیفته که دیدین اکثر سیم ها لین هایی که ساخته میشه سیم میسیس یا آلومینیومی به خاطر از اینکه فلزات باز هادی خوب برق هستن که رو بخیر در درس های آینده ما و شما میخوانیم. به طور خلاص شما چارج کردن یک جسم در یک جوله فهمیدین که زمان یک جسم دارای چارج میشه که یک عامل بیرونی بیاید و تعادل بین تعداد الکترون و پروتون یک جسم برهم بزنه، یا الکترونش بگیره یا الکترون برش بته برهم بزنه، در نتیجه برق تولید میشه، مثل مالش دادن میله پلاستیکی با پارچه پشمی که میله پلاستیکی منفی چارج شد، الکترون از پارچه پشمی گرفت و پارچه پشمی الکترون از دست داد که مثبت چارج شد. تشکر از توجهتان دوستان عزیز، امیدوار هستم میره درک کرده باشین. بیاین امیره خودتان ما بین خود به جر و بحث بپردازین. سوالتان ایست که عنوان درس ما چی بود؟ چارج کردن یک جسم. درباره چارج کردن یک جسم، چارج کردن یک جسم، یک جسم معلومات خود را، معلومات خود را بگویید. چطور یک جسم چارج میشه، دارای برق میشه؟ دیگه شما معلوماتتان را تا
تشکر میکنیم. تشکر از توجهتان. تا ساعتی دیگه که در خدمتتان قرار میگیرم.